ما از دیوار کسی بالا نرفتیم، ولی شما یک سردار فربه سپاه رو به من نشون بدید که دزدی نکرده باشه، از دیوار این سرزمین بالا نرفته باشه. من خودم در پستوهای اطلاعات دست اطلاعاتی ها رو دیدم که در بدن زنهای ما چرخش میکرد. من نیومدم اینجا که این حرفا رو بزنم. ما برای ستار اینجا جمع شدیم که پرچم ما که توی اطلاعاتی بدانی که ما از این که در لیست فتنه‌گران تو هستیم غرور می‌ورزیم، برای این که آدم نکشتیم، فریب ندادیم، از دیوار کسی بالا نرفتیم، تریلی های هروئین رو از سیستان و بلوچستان توسط شما به مرزهای شرقی هدایت نکردیم، زن و بچه مردم رو در پستوهای اطلاعات به فلاکت نکشوندیم، به زور از اونها اعتراف های هرزگی بیرون نکشیدیم. این داغ ننگیست بر پیشانی همه شما که بر چهره زنهای ما اسید میپاشند و هیچ رگ غیرت شما نمیجنبه. شما غرور میورزید که ریگی رو تو آسمان ربودید. این اسید پاشان اگر نسبتی با این اسید پاشان ندارید، خودی نشون بدید. من مرده ای مردم، شما زنده. اگر این اسید پاشان گرفتار شدن و اعدام شدن، من خاموشی میگیرم، مگر این که یکی از این اعدامی ها رو بگیرن به زور، از اون اعتراف بگیرن، مثل زاربین دانشمندان هستی که خودشون زدن برخی ها رو پشتن و یکی رو اعتراف کردن به اسم زارب دانشمند هستی و بعد اعدامش کردن. برای چی؟ برای این که آقای جلیلی در صحبتاش با اشتون مظلوم نمایی کنه، بگه دانشمنده ما رو زدن کشتن. ستار بهشتی نه توسط آگاهی، نه توسط پلیس فتا، بلکه توسط حاکمیتی کشته شد که قاتلش آزاد گذاشته. ما چگونه مسلمان بودن شما رو باور کنیم وقتی که قاتل یک مأمور امنیتی مثل سربندی رو، یه دختری که قرار بوده به اون ظلم میشه و او از خودش دفاع کرده، صد ضرب اعدامش میکنید، اما قاتل این مرد رو به 3 سال زندان محکوم میکنید. دوست اطلاعاتی من اشنو، این سرزمین سرزمین راستی، گرچه غارت شده، گرچه داره غارت میشه، اما ما بنا داریم با ایستادگی، با اصرار بر درستی، با اصرار بر پاکی و پاکمردی، با زنان رشید خودمون، با جوانان و مردان رشید خودمون، بدون اینکه با شما درگیر بشیم، بدون اینکه مثل شما دست به اسلحه و چاقو و قمه ببریم، با خردمندی با شما ستیز میکنیم و تقاص این خونها رو از گلوی هر آن کسی که باعث و بانی این فلاکت بزرگه بیرون خواهیم کشید. ما رجز نمیخوانیم، ما شعار نمیدیم، ما آگاهی رو میگسترانیم. ما فردا دست به قمه و اسلحه نمیبریم، این در تخصص شما. لذت ببرید از این که آدم میکشید، لذت ببرید برای این که مظلومان ما رو در زندان به تنگنا در میاندازید. همسر این بانوی خوب ما بی دلیل تنها در یک سلول سالهاست نگهداری میشه. برای چه؟ اگر مردی، اگر شهامت دارید، بیستید یک دادگاه عادلانه تشکیل بدید. چرا در این همه سال یک دادگاه عادلانه در این مملکت تشکیل نشده؟ چرا یک بار فرصت دفاع به یک متهم داده نشده؟ این همه شعار اسلامی، این همه هیاهوی اسلامی، این همه لباس پیامبر و علی، این بود نتیجهش که این سرزمین تا خرخره در
در پلیدی و زشتی و بدهکاری و بدکاری و عقب ماندگی دست و پا بزنه؟ دوست اطلاعاتی من، به سرزمینی نگاه کن که میتوانست با میلیارد میلیارد پولی که شماها به سوریه فرستادید، شماها به فلسطین فرستادید، شماها به لبنان فرستادید، دختران تن فروش نداشته باشه. از لباس پیامبر و علی قرار بود ادب تراوش کنه، انصاف برکشیده بشه، ولی ما تا به خودمان آمدیم با خلخالی های روبرو شدیم که کشتند بدون این که دادگاهی تشکیل بدن. با روح الله حسینیان مواجه شدیم، با پور محمدی ها، با شیخ علی فلاحیان که کشتند بدون این که به دستگاهی پاسخگو باشد. چرا رهبر ما به ازای این همه مسئولیت در قبال یکی از اونها پاسخگو نیست؟ چرا رهبر ما یک مصاحبه رسمی با یک خبرنگار نداشته تا به حال؟ مگر کم مسئولیت داره ایشون؟ آیا مسئول خون این جوان رهبر نیست؟ چرا پاسخگو نیست؟ دوست اطلاعاتی من بشنو، مسئول یعنی کسی که به ازای مسئولیتش مورد سوال واقع میشه. ولی یک مسئول به من نشون بدید که در این 36 سال به ازای مسئولیتاش مورد سوال واقع شده باشه. دوست اطلاعاتی من بشنو، این جوان به خاطر بچه های تو زیر خاک، این جوان به خاطر نوه های تو زیر خاک. تو خودت الان داغ جهالتی، تو الان خودت داغ دورانی هستی که گرمای حقوق ماهیانه و نسبت هایی که حالا با عقلانیت خودت برقرار کردی متوجه این نیستی که این جوان برای این هزینه شد که فردا بچه های تو بیدلیل کشته نشن و اگر کشته شدن دستگاهی باید پاسخگو باشه. دوست اطلاعاتی من بشنو، این مزار مزار مردی است که مادری داشته، خواهری داشته، ادبی داشته، آرزوهایی داشته و ما همه این آرزوها رو به خاک بردیم برای اینکه اقتدار خودمون رو حفظ کنیم. این اقتدار بیرون از مرزهای ما به خاک مالیده شده، ما رو ذلیل کردید، شما ها با جریان هسته ای ما رو به خاک انداخت، میلیارد ها پول ما رو خرج کردید که بمب اتم بسازید، تمام پول ها رو روسیه بالا کشید و خودش در پنج به اضافه یک خفیفتون کرد، به خاکتون که انداخت. حالا را منت میکشید که چگونه سر بر بیایید؟ در بیرون از مرزها خاک شدید، ولی آمدید در داخل مثل یک پهلوانی که بیرون سیلی خورده میاد زن و بچهش رو زیر چک و لغت میگیره، با مردم ظلم میکنید، اسید میپاشید، طرح عفاف و حجاب میدید و به آمران و لاهیان امنیت خاطر میدید. این حجابی که شما این همه براش سرمایه گذاری کردید و راه به جایی نبرده یک امر درونی بانوان ماست. اگر بخواهن میپذیرند و اگر نخواهن نه. شما نمیتونید با بخشنامه یک زن رو با حجاب کنید، این به خود بانوان ما مربوطه که با اشتیاق بپذیرن یا نپذیرن. هر آخوندی، هر مسئولی، هر کنت به دستی اگر بخواد تحکم کنه برای با حجاب شدن بانوان ما، همون جفایی رو مرتکب شده که رضا خان در برداشتن چادرها مرتکب شد. این جوان به این دلیل کشته شد که میفهمید و ما به این دلیل کشته خواهیم شد که میفهمید و اطمینان داریم کشندگان ما نمیفهمند، اما آینده از آن فهیمان است، آینده از آن خردمندان است، اگرچه ما نباشیم. Thank you.